اعظم رقابت دو تیم در ورزشگاه سردار آزادگان آغاز میشه. خیلی ممنونم دوست خوبم سعید سفری در برنامه ورزشی رقابت. مسابقه فوق العاده حساسیه، بازی تیم های فوتبال شمس و زره قزوین و هوادار تهران در چارچوب هفته هشتم رقابت های لیگ برتر فوتبال باشگاه های ایران. جدول رده بندی بازی فوق العاده حساس و 6 امتیازیه برای هر دو تیم. شمس و زره تو بهترین حالت میتونه حتی تک رقمی کنه خودشو، یه تک به تک خوبی، یه ضربه و توی دروازه. همین ابتدای کار این مشتبه فخریان بازیکن اهل بوی زهرا از استان قزوینه که دروازه تیم هوادار رو باز میکنه و شادی برای اندک تماشاگرای حاضر در ورزشگاه سردار آزادگان. تسلیم شد محمد جواد کیا و شمس آذر فعلا یکی جلو میفته برابر تیمی که رفت و برگشت فصل پیش مغلوب شد. حریف باز میکنه، پاس خوبی که داده شد تک به تک و یه بغل پای فنی دقیق رو زد مشتبه فخریان تا شمس آذر قزوین. اصلا هم آفساید نبود، اینطور با ضربه فخریان یکی جلو بیافته. از زوایای مختلف میبینید تکل این مسابقه را که شمس آذر به ثمر رسونده و اینجا شمس آذر قزوین 1 هوادار تهران 0. خیلی خوب زد ضربهشو مشتبه فخریان. بازی قبلی هم پنالتی گرفت و حالا هوادار باید بازی رو ادامه بده. یه تک به تک، یه ضربه و واکنش تماشایی محمد امین رضایی. یه بار دیگه میتونه گل مساوی باشه اما نه، ضربه سری که در چارچوب نیست. سمت راست منصوری به توپ میرسه، ارسال زمینیش و نسایی علی آزاد منش رو میبینه. بازم امیر محمد نسایی، یه موقعیت دیگه، بازم فخریان و ضربه که میزنه تو به بیرون میره. حالا یه بار دیگه تاکتیک اصلی هوادار از سمت راست، این بار بریم به گل میرسن، پاس داده شد و هر طوری که از توپو جمع میکنه محمد امین رضایی و سمت چپ میبره. ستاری و در این موقعیت خطرناک برای هوادار تهران و میتونست بازی مساوی بشه اما حرکت از محمد دیندار، این بار خودش به عمق میزنه، تکل موفق از آزاد منش، اشتباه، نزدیک بود بازی 1-1 بشه ها. هوادار واقعا تیم دست و پا بسته ای نشون نداده. خودش ضربه کورنر رو میزنه، یه موقعیت هست برای گل دوم اما ضربه سری که در چارچوب نبود. کارو سخت کرد تیم شمس‌آذر براشون. یه بار دیگه ترکمان سمت چپ، ساعت با پای چپ، یه موقعیت و توی دروازه. بالاخره صاحب محبی دروازه تیم شهر خودش قزوین رو باز میکنه و احتمالا خانوادش اونجا هستن و این گلو تقدیم به اونا کرد. شمس آذر دروازش باز میشه، 1-1 مساوی در قزوین. پرواز بلندی که انجام داد و راحت، در حالی که کسی مزاحمتی براش نداشت، بازی رو 1-1 مساوی میکنه. حالا ببینیم شمس آذر میتونه واسه موقعیت سازی کنه و دروازه هوادار رو باز کنه یا نه. هوادار میاد حتی برای معترض هستن، یه سری کوچ میکنن، یه سری اعتراض میکنن. داور چهارم تلاش میکنه اونا رو آروم کنه. دقیقا فرصت برای گل دوم اما این اتفاق نمیفته. پنالتی به نفع شمس آذر اعلام میشد. شاین ربیزاده رو گرفتن، ولی خب به هر حال در این سمت هوادار میره برای زدن گل دوم. بازی ادامه داره، تیر دروازه و اعلام ضربه دروازه میشه. هر چقدر اون دقایق اول نیمه دوم حرکت از امیر محمد نسایی، پاس برای فخریان، یا نه اونجا موقعیت و توپی که از دست رفت. کومار سانتر بلند، یه ضربه سر، چیره دروازه.
ضربه سر علی وزیری پناه باعث میشن که استقلال 2-1 بشه. در اصل موقع داره هوادار ضربه ای که زده میشو ببین چیکار میکنه، ضربه ای که زده میشو واکنش تماشاییه امید امیری.